دوباره شما را از زان خوش آمدید میگم و یک سلام مجدد خدمت شما خوبانه که تازه به برنامه پیوستید تقدیم میدارم و بس ما هم PCO یا سندروم پولیکیستیک تخمدان میباشه با دکتر صاحب سمیرا شهیر رحیمی متخصص نسای اولادی. و قبل از وقفه من ازشان پرسیده بودم که تداوی ضرورت هست، چه مدت زمان باید تداوی صورت بگیره و کدام ادویه ها را بگیرن و فعلا هم بس ما ادامه داره. بفرمایید دکتر صاحب ببیننده ایست. خب تداوی را گفتیم امو تابلیت های ضد املگی است و بخاطر چون گفتیم مقاومت در مقابل انسولین وجود داره، استفاده از دواهای متفورمین یا گلوکوفاش هم بر خانم ضرورت است که باید بگیره، چون هورمون مردانه در خانم بلند است و عوارضی که امو بلند بودن سوی هورمون مردانه به وجود آورده او هم موجود است. بنابراین دوایی اندروژن بلاکر ها یا انتی اندروژنیک باید خانم ها استفاده بکنند که عبارت از اسپینولاکتون است. در صورت که خانم بخواهی که حمل بگیره با اسپینولاکتون باید نگیره و اگر سوی پرولاکتین خونش بلند می باشه از خانم باید دوای مخصوص خودش که برای ضد هایپرپرولاکتینمی است او را استفاده بکنم. چون اگر خانم میخواد که حمل بگیره باید اندکشن اوبلیشن نزد خانم رخ بده، صورت بگیره، دوا برش داده شد که دواش عبارت از کلوموفین و یا لتروزول است. همین ادویه است که باید خانم منظم به شکل درست نظر به مشاوره دکتر، نظر به حالت و وضعیتی که داره باید بگیره و استفاده بکنه. و از حمل یادآوری کردین، خانمایی که PCO دارن یا دچار مرض هستن اگر حمل بگیرن چی باید بکنند و یا حمل گرفته میتونن یا خیر؟ خانم هایی که مصاب PCO هستن اینا یک سکل عادت ماهوار نامنظم دارن، معلوم دارست که انوولیشن سایکل دارن. بنان وقتی که سکل عادت ماهوارشان منظم شوه و اوولیشن نزدشان رخ بده یا تخم ساخته شوه ممکن است که حمل بگیرن. بنان در جریان که اینا حمل بگیرن ضرورت به مراقبت بسیار جدی و منظم یا مونیتورینگ منظم و دقیق دارن، چون اینا نسبت به خانمای دیگه تقریبا 3 برابر معرض به خطراتی که از قبیل سقط است، شکر جریان حمل یا دیابت جستشنال دیابت است، پرکلمسیا است، لارج بی بی یا طفل کلان است یا پرترم لیبر است. اینا بسیار زیاد معروض به این خطرات هستن. بنان باید منظم نست دکتر مراجعه بکنن، ادویه که برشان داده میشه منظم در وقتش استفاده بکنن و مشوره که داده میشه همه را مد نظر بگیرن. مثلا یک خانم که قبلا PCO داشته در صورت که وزن زیاد داره، یا خانم چاق و شهمی است، وقتی که دکتر سر مشوره میده که باید شکر خون خود معاینه بکنی، مثلا در مراحل اول عمل و در واسط حمل حتما باید شکر معاینه بکنه، اگر ضرورت به انسولین میشه انسولین خود باید منظم بگیره. در صورتی که وزن خود مادرم زیاد است و طفلم وزنش بیش از 4 کیلو است، اگر ضرورت میشه شاید خانم سیزارین شوه یا عملیات شوه، که باید به تمامی مسائل خانم آماده باشه و موافق باشه. در ضمن طفلایی که در خانمای PCO موجود هستن اینا یا حمل هست و طفل هست، اینا هم معروض به یک تعداد عوامل هستن از قبیل ولادت قبل از وقت، سقط، طفل کلان که بزرگتر نسبت به طفلای دیگه هستن و همچنان میکنیم از پایرشن هم ممکن در این خانم ها در این طفلا دیده شبنن. طفل هم ضرورت به یک مانیتورنگ دقیق و درست و دوامدار میداشته باشه. و آیا دکتر صاحب راه های جلوگیری و وقایه بخاطر PCO وجود داره یا خیر؟ به خاطر PCO راه های جلوگیری خب وجود نداره، چون یک مرض است که هنوز پاتوفیزیولوژی درست به خاطر به وجود آمدن از این کشف نشده یا تحقیقات هنوز هم جریان داره، ولی میشه که وقایع شوه تا یک حدودی. مثلا در خانم هایی که وزن زیاد دارن اومن این مرض به وجود میاد، بنان خانم ها باید وزن خود کم داشته باشن، فعالیت فیزیکی داشته باشن. اومن در صورت که وزن کم باشه فعالیت فیزیکی زیاد باشه معروضیت و یا خطر ایجاد PCO در خانم ها کمتر میشه. بنان فعالیت فیزیکی، تغییر لایف استایل یا استایل زندگی، خوراک متعادل و منظم، استفاده زیاد از ترکاری میوجات به جای غذای زیاد چرب و زیاد آبی از کاربوهیدرات و پروتئین، اینا همه مسائل است که میشه
یک زمینه برای جلوگیری از به وجود آمدن و یا وقتی که به وجود می از پیشرفت مرض و تداوی درست منظم و نتایج درست تداوی میشه که صورت بگیره. بله، از غذاها یادآور شدیم. آیا می تغذیه نامناسب یا غذایی که میگیرن نقش داره در بروز پسیو؟ قسمی که قبلا ذکر کردیم، غذای نامناسب معلوم دار است که سبب چاقی میشه. مثلا یه خانم که همیشه از غذای بازار استفاده میکنه، مثلا همیشه برگر میگیرن، چپس میگیرن، یا زیادتر مواد غذایی که اوی کاربوهیدرات استفاده میکنن و خودشان فعالیت فیزیکی ندارن، ورزش نمیکنن، اینا زیادتر مساعد به همی امراض هستن. بنابراین خوب است که ما غذا در خانه تهیه بکنیم، همی مقدار مواد با کیفیت در غذای خود که پروتین هاست به شکل متعادل، کاربوهیدرات است به مقدار منظم و ویتامین ها و منرال هاست، از اونا استفاده بکنیم که و همچنان فعالیت فیزیکی منظم داشته باشیم که زیادتر همو زمینه را ما خودمون مساعد به این نسازیم که معروض به این مرض شد. بله، انشالله که بیننده عزیزم شنیده باشن و از گپایتان استفاده درست بکنن. و اگر خود مرض پیسیو دوامدار بمانن از یک شخص، کدام عوارض میتونه برش در وجود آوردن کدام عوارض نقش داره برش؟ خود پیسیو وقتی که به شکل دوامدار بانه و تداوی نشوه، چون سوی آندروژن بلند میره، همون خواص مردانه معلوم دار که دوامدار میمانه در وجود در پلی از او. خانم اگر یک زن جوان شوهردار باشه، در صورت که ضرورت داشته باشه و بخواه که حمل بگیره، یکی از علل اقامت میتونه باشه حمل واقع نشه. در پلی از او در خانمایی که مصاب به این مرض هستن دیده شده که در دههای سوم زندگی بعضن سرطان های رحم یا اندومتر و سرطان های سیده در اینا بروز میکنه. بنان امی اعراضی است که هرگاه تداوی نشه ممکن که زیادتر به وجود بیاد. در ضمن چون خانم ها عموماً وزن میگیرن، وقتی سوی شحم خون بالا رفت، خانم به فشار بلند معروض میشه، امراض قلبی به وجود میه، شکر ممکن نزد خانم مرض شکر به وجود بیه. این عوارض تماما از باعث عدم تداوی و یا تداوی نادرست در خانم های پیسیو ممکن به وجود میه. قبلا از تداوی دوایی یادآور شدیم و اگر تداوی دوایی نزد شخصی که پیسیو داره پاسخ نده و جواب نده، کدام تداوی دیگر وجود داره یا خیر؟ در صورت که تداوی دوایی در خانم ها جواب نده، قبلا نظر به تحقیقاتی که صورت گرفته، وقتی یک قسمتی از تخمدان برداشته شده، پس مو تخمدان حالت نرمال و حالت خوب خود پس به دست آورده. بنان حال میتودای جدید تداوی مو تداوی جراحی یا درلنگ است که به شکل الکتروکوتر نزد مو مریض صورت میگیره، یعنی مو تخمدان مو قسمتی که تخمای اضافی وجود داره معمولا سوختانده میشه یا با الکتروکوتر از بین برده میشه و با این تداوی ممکن است که خانم دوباره همو وضعیت نرمال تخمدان خود به دست بیاره، اوولشن نرمال پیدا کنه و پس به حالت عادی برگرده. و اگر در شفاخانه یا در ماینخانه تان یک مریضی که دچار پیسیو است مراجعه کنه به شما، شما با او کدام کارها را نشان میتین یا کدام راه حل های وجود داره که برش نشان بتین یا خیر؟ عموما مریضایی که به شفاخانه یا به ماینخانه مراجعه میکنن اصلا از موجودیت پیسیو در وجود خود آگاه نیستن، فقط اونا به یک عراض اولیگو مینوریا یا کمبود عادت ماور و یا امینوریا یا قطع عادت ماور مراجعه میکنن و یا ممکن مریض از علائم مثلا چاقی بیش از حد و یا موجودیت بخارها در روی مراجعه بکنه، ولی بعدا نظر به معاینات فیزیکی، تاریخچه دقیق که از مریض گرفته میشه، معاینات اولتراساوند که نزد مریض صورت میگیره، تشخیص میشه که مریض پیسیو است و برای تایید درست همین تشخیص ما معاینات لابراتواری یا معاینات خون است که انجام میشه و تقاضای ما از مریضای محترمی است که وقتی که مراجعه میکنن معاینات لازمه که تجویز میشه توسط دکتر باید امور رو به صورت درست انجام بدن، چون یکم هزینه معاینات بلندتر است. بنابراین مریضا بعضن علاقمندی زیاد نشان نمیتن، یعنی ضرورت به تاکید بیشتر دارن. بنابراین اینا باید درست معاینات خود انجام بدن تا
تا تشخیص قطعی شه و تداویش اونم به شکل منظم و درست صورت بگیره. امو تداوی را تا وقتی که دکتر لازم میبینه بر مریض ادامه میده. باید مریض منظم دوای خود بگیره، مکمل دوای خود بگیره و به هر باری که دکتر میخواد دوباره مریض برای ملاقات باید دوباره نزد دکتر خود مراجعه بکنه و به خاطر که همین کارا سبب میشه که نتیجه درست از تداوی مریض بگیره. بله انشاءالله که بینندای عزیز هم حرفایتون شنیده باشن. وقتی که مراجعه میکنین به یک دکتر طبعا تا که دکتر یعنی نیاز پیدا نکنه و به معاینات به شخص نمیته و معاینات هم ضرور است که انجام بدین تا نظر به اون مرض تا تداوی صورت بگیره برش. و دکتر صاحب دهی رعزاد خوب است که توصیه شما را داشته باشیم به بیننده عزیز که در رابطه با PCU یا امراض دیگر بهشان چی توصیه هایی دارین، کدام راه را پیش بگیرن، کدام راه را پیش نگیرن، میشه که توصیه تان داشته باشیم؟ تشکر. توصیه ما برای مریضای محترم ای است که در صورت که اعراضی که قبلا ذکر کردیم نزدشان با وجود میه ای را دست کم نگیرن و دکتر مراجعه بکنن. توصیه که دکتر برشان میکنه او را همه را انجام بدن و قبل از اینکه مصاب به این امراض شوند کوشش کنن وزن خود کم بسازن. وزن باید به مو حدود نرمالی که نظر به قد و سن هست باید باشه. فعالیت فیزیکی داشته باشن، ورزش بکنن که وزنشان بیشتر نشه و امی راه های است که ما میتونیم تا جایی از به وجود آمدن PCU جلوگیری بکنیم و انشالله که با گوش دادن به مشاوره دکتر صاحبای محترمی که مریض مراجعه میکنن انشالله نتایج خوب بره. انشالله بخیر و تشکر یک جهان دکتر صاحب که تشریف آوردین، معلومات خیلی خوب را با ما و بیننده عزیز به اشتراک گذاشتین. یک جهان سپاس. زنده باشین. تشکر از شما. خواهش میکنم. بیننده عزیز ای بود یکی دیگر از برنامه های زن و سلامتی که من تقدیم حضورتان کردم و تا جمعه شب آینده هفته خوب و خوش در پیش رو داشته باشین و سعادتمند زندگی کنین. شاد و خرم باشین. شما را بالای یک تا میسپارم. خدا حافظ همتون.